چند روز پیش داشتم توی تیک تاک میچرخیدم و دنبال یه میکاپی بودم که با مروارید انجام بشه. حالا بخوایم این میکاپ رو بزنیم، اول از همه مرطوب کننده لازم داریم. اصلا این فکر میکاپ کردن با مروارید از اونجایی به سر من زد که رفتم توی یه فروشگاه و اینا رو دیدم. گفتم تا این مرواریدا رو دارم روزی یه دونه میکاپ با این مرواریدا بزنیم که شما هم بتونین استفاده کنین. حالا از اونجایی که خیلیاتون این خودم فن داستان ترسناکی، تو ادامه ویدیو قراره یه داستان خیلی ترسناک براتون تعریف کنم. داستانی که میخوام براتون تعریف کنم و یه آقای تعریف کرده و کلا داستانش برمیگرده به 10-15 سال پیش که اون موقع اینا توی این خونه های نظامی سازمانی زندگی میکردن، چون که پدرشون نظامی بوده و کلا قضیه هم از اونجای شروع میشه که این آقا میاد یه جعبه از کاشان میخره که این جعبه ها رو وقتی درش رو باز میکرده یه جادوگر از توش میومده بیرون، میخندیده، چشاش هم روشن میشده. خلاصه یه شب که همه خواب بودن، این آقا صدای خنده این جادوگره رو میشنوه و بلند میشه، میبینه که در جعبه بازه و جادوگره دیگه صداش نمیاد و فقط چشاش روشنه. خلاصه که در جعبه رو میبنده، بلند میشه بره دستشویی که توی همون تاریکی ته راه رو یه سایه میبینه که انگار دو تا سم داشته با موهای بلند مشکی، اینم از ترس دیگه لال شده بوده. صبح که بر خانوادش تعریف میکنه، میان شب قرآن میذارن بالا سرش. دیگه هیچ اتفاقی نمیفته از اون به بعد تا همین 4 سال پیش که این آقا پسر پشت موتور بوده و احساس میکنه که یهو یه نفر یه صدایی در گوشش در میاره و انقدر این صدا رو واضح میشنوه که نزدیک بوده ترک موتور بیفته زمین. چند وقت بعدترش این آقا نشسته بود تو اتاقش، یهو میبینه که در باز شد. بلند میشه بره در رو ببنده، یهو یکی از پشت دوبار میزنه اونجایی که قلبشه و فکر میکنه که توهم زده دیگه، میره در اتاق ببنده، دوباره همون صدایی رو میشنوه که پشت موتور بوده یکی تو گوشش صدا در آورده و هیچی دیگه همجور فکر میکنه توهم و اینا. دوباره میره در اتاق ببنده، دوباره یکی از پشت میزنه اون قسمتی که قلبش هست. خلاصه این که حسابی ترسیده بوده و نمیدونسته چی کار کنه. چند وقت بعدش خواب بوده، یهو احساس میکنه یه چیزی محکم میخوره تو صورتش و از خواب میپره. بلند میشه میبینه صورتش داره خون میاد. میترسه، مامانش اینا رو صدا میکنه، چراغا رو که روشن میکنن میبینه که تابلوهای اتاقش کج شده، به عکس خودش بوده که خورده تو صورتش. سراغ قسمت جذاب قضیه. اینجوری شد داستان. دیگه خیلی میترسه، بلند میشه میره پیش یکی از دوستاش و میره پیش یه دعا نویس که طرف برمیگرده بهش میگه که همزادت داره اذیتت میکنه. داستان یه نفر تعریف کرد که خب واقعی بود و خیلی هم طولانیه. اگه دوست دارید بدون که بعدش چی شد حتما تو کامنت ها به هم بگید، با میکاپ فردا براتون تعریف کنم. خدافظ.